با نام یاد خدا با سلام خدمت یادگیرندگان عزیز فرامرزی هستم مدرس زبان در خدمتتون هستم با سری ویدیوهای آموزشی نکات کاربردی زبان در این جلسه میخوام یاد بگیریم که تفاوت بین بیکاز و بیکاز آف در چی هست خب بریم به نکات مربوط به بیکاز و بیکاز بپردازیم بیکاز یک کلمه ربطه بیکاز آف یه حرف اضافه یه دو کلمه ایه خب کلمه ربط یعنی چی کل... یه سری کلمات هستن ما بهشون کلمات رفت این کلمات ربط میان چیکار میکنن دو تا جمله رو با هم دیگه وصل میکنن مثل because مثل when while as حالا because خود کلمه because یه کلمه ربته یعنی دو تا جمله رو با هم دیگه وصل میکنه حالا به عبارت خیلی راحت تر بگم ببینید بعد از because باید یک جمله بیاد اما because of یه حرف اضافه یه دو کلمه بعد از because of جمله نمیاد یا اسم میاد یا ضمیر میاد این که میگیم بعد از بیکاز بعد یک جمله بیاد جمله از چی تشکیل میشه جمله حداقل بعد یک فاعل داشته باشه یک فعل هم داشته باشه خب مثال ها رو دقت کنید We didn't go out because it was raining. ما بیرون نرفتیم به خاطر اینکه داشت باران میبارید. و الان بعد از because یک جمله اومده. جمله چی هست؟ It was raining. خب گفتن که جمله باید حداقل چی داشته باشه؟ فاعل داشته باشه، فعل هم داشته باشه. الان it فاعله، was raining هم که فعل جمله هست پس بعد از بیکاز باید جمله بیاد اما بعد از بیکاز آف یا اسم میاد یا زمیر میاد به این مثال دقت کنید We didn't go out because of the rain ما بیرون نرفتیم به خاطر باران الان بعد از because of the rain اومده the rain یک noun phrase عبارت اسمی است که حالا اون رینه اینجا الان اسمه بعد از because of اسم اومده rain اینجا اسم هست مثال دیگه I'm happy because I met you. من خوشحال هستم به خاطر که با تو ملاقات کردم تو رو دیدم. اینجا بعد از because یک جمله اومده. I فاعل met هم که فعل you هم که معفوله حالا گفتیم که یک جمله باید حداقل فاعل داشته باشه فعل هم داشته باشه. بعد از because جمله اومده. حالا مثال رو دقت کنید. I'm happy because of you. من خوشحال هستم به خاطر تو. اینجا بعد از because of چی اومده؟ you اومده. you هم که ضمیر هست. خب این از بین بیکاز و بیکاز اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید آرزو موفقیت هم برای همه شما یادگیرندگان عزیز